بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. بفرمایید. خیلی ممنون از لطفتون. خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین. این اعیاد رو تبریک میگم، روز جوان رو و روز هلال احمر و صلیب سرخ رو تبریک میگم. امشب مهمانانمون همه از عزیزان هلال احمرن. و خیلی جالب این که چی میگن، این که یادم رفت، الان میگم. نه بعد دنبال اون کلمه میگردم، کاری که شما میکنین، نه امداد و نجات و یه چیز دیگه هم هست، داوطلب پیدا که مردم تا پیدا شد داوطلب. و همه این دوستان داوطلب هستن در هلال احمر و ایران. خیلی جالبه که اینا رو دارم، شما میدونین، اینا برای آدمای تو خونه میگم، ایران مقام اول رو داره در جهان در حوزه همین موضوع. جونم اومد بالا در همین موضوع داوطلب. 2 میلیون داوطلب ایران داره که در دنیا بین 190 و چند کشور مقام اول رو داره. واقعا تبریک میگم و خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. خب خیلی هم شیطونین، یعنی نه جدی، یعنی عشان انرژیه داره میزنه بیرون و خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. خب موضوع امشب ما هم طبیعتاً امداد و نجاته، به خاطر حضور شما. امداد و نجات یکی از حوزه‌های مورد علاقه ما هاست. همه تا میفهمیم یه جایی اتفاقی افتاده میدویم که نجات بدیم. یه دیوار ریخته، یه نفر مونده اون زیر، انقدر همه میان واسه نجات که 4 تا خیابون اونورتر یکی از تنگی نفس تو ترافیک میمیره. یه وضعی درست میکنیم که طرف تا آوار از روش میره کنار، وضعیت رو میبینه، سری آوار رو میکشه رو خودش، یه آجر همون زیر قورت میده که دیگه نیاد بیرون. سگ زنده‌یاب از لای جمعیت رد میشه، شروع میکنه به پارس کردن که یعنی مصدوم این زیره. هر چی پارس میکنه مردم میگن ای جانم چه بامزه است این. آره. تصادف شده یه جایی، همه رو میزنه کنار که برید کنار، من پزشکم. مصدوم میگه دکتر از کمر به پایین حس ندارم. میگه چیزی نیست، مال قلنجته، با زانو میره رو نخواهش. یکی دیگه از علاقمندی های ما نجات معجزه آساست. طرف 2 روز بوده توی خونه مرده بوده، هی به همدیگه میگفتن بذارین بخوابه این خسته است، یعنی روز مراسم سومش تازه آوردنش بیمارستان میگن دکتر اینو نجات بده، یه دستگاه شوک بهش بزن شاید برگرده. دکتر میگه ورش دارید ببرید، این الان شوک بدیم بهش نصف میشه. کلن اعتقادی به تخصص در حوزه امداد و نجات نداریم. خیلی آمون یکی افتاده تو چاه، میاد میگه نیازی به تماس گرفتن نیست،
اگه زنده باشه خودمون درش میاریم. اینو دیدم که میگم آجر اولو ول میده پایین، یه صدای ناله میاد، میگه آ ببین زنده است. تا اینجاش فهمیدیم که زنده است. تنابو میبنده دور کمرش، قبل از این که بره پایین واسه یه اطمینان آجر دوم هم میندازه. این دفعه صدایی نمیاد، تنابو باز میکنه، میگه متاسفم، من همه تلاشمو کردم، بنابراین امداد و نجات رو لطفاً به متخصصینش واگذار کنیم. متشکرم. یه مطلب مهم بگم، فقط تا ساعت 12 امشب فرصت دارید که با نصب نرم افزار تاپ و انجام تراکنش در قرعه کشی خودروی شاسی بلند خیلی خوب ما شرکت کنید. پس عدد 44 رو باید ارسال کنیم به 3080. یه پیامک براتون میاد و با کلیک روی لینک دانلود نرم افزار رو نصب میکنید. همونطور که میدونید نصب نرم افزار رایگانه و مبلغی از حساب شما کسر نمیشه. قرعه کشی رو هفته آینده در همین برنامه انجام میدیم. کمتر از یک ساعت دیگه، مهلت دارید تا با نصب نرم افزار کاربردیمون و انجام تراکنش بیشتر شانستون رو برای برنده شدن خودروی شاسی بلندمون افزایش بدین. وقتی پیام رو ارسال میکنید متوجه میشید که چه خودرویی هست. تاکید میکنم برای شرکت در قرعه کشی باید حتما حداقل یک تراکنش رو انجام داده باشین. نرم افزار ما دارای خدمات متنوعیه و پرتعداده که میتونید همه امور روزانه خودتون رو از قبیل پرداخت قبض‌ها، خرید شارژ برای خود و دوستان و حتی پرداخت قبض‌های جرایم رانندگی با اون انجام بدید. 44 به 3080. کیا اینجا متأهلن؟ خب چشم. نمایش ببینیم اولی که بابا اصلا خوراکم خون دادنه. بله مخصوصا واسه زلزله زده ها. بله. آره چرا زودتر نگفتی؟ خب به من بیا. نه خیلی ممنونم از همکاریتون. زلزله همین دیشب اتفاق افتاده، منم آموزش دیدم برای خون گرفتن. آه. اصلا جای نگرانی نیست. خب به جز خون چیز دیگه ای لازم ندارین؟ میخواین کتلت براتون درست کنم ببریم براشون؟ نه آذوقه فرستادم به اندازه کافی. آخه اینجوری که زشت، خون خالی زشته. میخواین یه چیزی هم کنارش باشه بالاخره قوت بگیرن، جون بگیرن، ته دلشون رو بگیره. همینه کیسه، تو این کیسه میخوای خونو بریزی؟ بله. این که خیلی کمه، به هیچ کی نمیرسه که. میگم یه بشکه بیار، من سر رگمو میزنم. خب میذاریم تو بشکه، پر که شد دوباره سرشو گره میزنم میکنم اون تو. اصلا اینجوری نیست، هر کس همینقدر خون بده کفایت میکنه. حالا چه خونی میخوای ها؟ چون تو آشنایی من دارم بهت میگم و خون دستم یه مقدار رقیقه. خب نبری به نفته، به درد آشنا نمیخوره، ولی اون پایین خون پام هست، خون خیلی خوبیه، گلوبول سفید اینقدر. یه خونم دارم پشتم بالای کمرم، این خیلی خون سنگینیه، یعنی باید اهلش باشی که بزنی. آره خیلی ممنونم، من از همین دستت یه کوچولو خون میگیرم. یه سوزنه با سوزن، با سوزن، نه دیگه اینجوری نمیشه، یه جا دیگه زلزله شده سوزنشو به من فرو میکنی؟ خب من اگه سوزن نزنم چه جوری خون بگیرم؟ نه آقا ارسلان، اصلا میدونی چیه؟ من اصلا از خون میترسم. مثلا جیگر سفیدش انقدر خوبه. آره. انقدر تازه است، اونو در بیاری. آنی طاقت دیدن خونو نداری. آره جیگرش. وگرنه من خوراکم کارهای داوطلبانه است.
اصلا همه دوستا و رفیقا و نزدیکام صدا میکنن داو. یه جا میرن میگن اوه چه داوی. ریوان جان اصلا درد نداره، شما اگر نگاه نکنید متوجه نمیشید که من سوزن و زهرم. دوره دروغ میگه، میخواد بزنه. دروغ میگه میخواد بزنه. خب دیگه الان دیگه میخواییم بزنیم دیگه. آره. خیلی اشکال نداره، فقط اگه میشه آب میوه‌شو بدین به من، اینجوری حوصله‌ام سر میره آخه. آب میوه چیو؟ آب میوه چی؟ یعنی بعد از خون دادن نمیخوای آب میوه بدی؟ یه آب میوه گیری هم که تو نگاه کنی دو تا پرتقال میندازن توش، بعد شیرشو باز میکنن. بله اصلا من خون نمیدم، حالا که اینجوری شد نه بیا باشه بذار خونو بگیرم بعد میرم برات آب میوه میگیرم میارم همه چی میگیرم. نمیخوام بدم خونو. اصلا میخواییم به جای خون پتو بدیم؟ ما یه پتو داریم. آره اینقدر رنگش یشمیه، طرح روش خال خال پشمیه، خیلی پتوی قشنگیه. فقط یه مشکل کوچولو داره، وقتی قی میندازه روش از زانو به پایینش بیرونه. آره ایشون کلن یه وجبه، پتوه رو هم میندازه پاش میمونه بیرون. آفهمیدم. ببین قول اون پتوه به کسی ندیم، اونو من گذاشتم واسه وقتی که سونامی میاد. آره چه عقلی کردیم. آره عقلی کردم. ما اگه بخوایم برای زلزله پتو بدیم سونامی بیاد باید آپارتمان بدیم. آره نمیشه که. آره اصلا اونو ولش کن. آهان فهمیدم. الان آجیل خوری که خواهرت برام آورد اونو بدیم بهشون. اصلا از 2 کیلومتری داد میزنه که چقدر جنسش آشغاله، خیلی خوبه اون. خانم آجیل خوری رو ببریم برای زلزله زده ما. آره آجیل خوری خواهر من آشغاله. میخوای اون شلواری که بابات بهم داده رو بهش بدیم؟ اصلا دلدار شدم بند کفشمو ببندم کلن جر خورد. تایش یه متر پارچه موند. از سرت هم زیاده. آره. اصلا بهتر از اون دختر دایی توئه که انر پاشو دست خالی رفت زلزله بم. 1 کیلو شیرینی هم نگرفت خسیس خانوم. آره بعد کجا بودی ببینی همون دختر داییم و بعد از حادثه قطار ژله طالبی درست کرد برد محل حادثه، تو کجا بودی ببینی؟ اسم اون وزه رو جلو من نیاره، اسم اون وزه خانم رو جلو من نیاره. اصلا حالا که اینطور شد نمیسی هستی؟ خیلی خب باشه. بسیار خوب، اینجور که معلومه شما برای نجات اونا نمیخواین کاری کنیم، به دعواتون برسید. چرا من میخوام نجاتشون بدم. من میخوام. میخوای ترانه نجاتمو بخونم؟ ترانه نجات رو. آره. تو اصلا مرخصی 7 روز هفته تعطیل، برو دوره بعد شرکت کن. نه من یه مقدار رو صحنه اجرام ضعیفه، یه شانس دیگه بهم بده. من صدام خوبه گل من، وایسا یه شانس دیگه بهم. خواهش میکنم گل من. بعضی هم همش مترصد اینن که خودشون رو نجات بدن، مدام فکر میکنن که یه خطری داره تهدیدشون میکنه. کمک خلبان شده، به محض اینکه هواپیما میفته تو اولین چاله هوایی دکمه اجکتو میزنه، چترش باز میشه، با صندلی و کل بساطش تو دریاچه فرود میاد. حتی اتفاق افتاده، هواپیما که بلند شده دیدن این کف باند جا مونده، قبل از تیک آف دکمه اجکتو زده بود. روز چهارشنبه سوری تمام بدنش باند پیچیه. بهش میگن چی شدی که سوختی؟ میگه داشتم سوپ درست میکردم تو کوچه، سیگارت انداختن بغلم. قابلمه یه سوپو برداشتم فرار کنم برم تو انباری، پام گرفت لب فرش، قابلمه رفت هوا، دیگه چی نفهمیدم. میگن چه توصیه‌ای داری برای جوونا؟ میگه چهارشنبه سوریا نون پنیر بدن. 8 تا مردن تو 13 بدر که جمع این 8 نفر میشن 1000 کیلو. یه مارمولک اومده رو زیرانداز، ببینین چه میکنن برای نجات دادن خانومهای فامیل. یکی رفته پشت درخت، میگه محلش نذاری خودش میره.
میخواد جلب توجه کنه. یکی کفش تمام خانواده رو از دور پرت میکنه، یکیش هم نمیخوره به اون. مارمولکم جون متعجب نگاه میکنه. یکی به اون یکی میگه تو منو پوشش بده که برم بگم نگهبان پارک بیاد. یکی دیگه کلاهشو میذاره سر چوب که مارمولکه فکر کنه اونجاست، خودش سینه خیز میره که از پشت غافلگیرش کنه. اینجا به یه خانم یا آقا میخوایم بیان که غیر از مواردی که سر کار هستین، یعنی تو خیابون داشتین میرفتین یه حادثه دیدین نجات دادین یکیو، کیا رو داریم؟ غیر از فضای کاریتون. خب بیاین شما بیاین. بله بله بله. نه نه همین همین شما. بله بله بله. دیگه خانم هم داریم که این کارو کرده باشن؟ بفرمایین شما هم بیاین. بله. بفرمایید بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و تمام امدادگران عزیز. بنده در طول دوران خدمت که تازه خدمتمون تمام شده، یه روزی که داشتیم از پادگان برمیگشتیم یه مورد حادثه پیش اومده بود توی همین توی شهر تهران. یه دختری یه دفعه یه موتور سوار میزنه میفته زمین، کمرش آسیب نخاعی میبینه. شما اونجا بودین؟ بله بله. من تازه از بانک در اومده بودم که داشتم میرفتم واسه کار که ترخیص بشم برم برای خونه استراحت. بعد این موتور سوار وقتی که به این خانم میزنه، این خانم میفته و درد و اصلا یه حالت خیلی چیزی. بعد مردم یه تراند تاکسی هم وای میسته و سه چهار نفر وای میستن دورش که میخواستن کمک اولیه هم مثلا بهشون براشون انجام میدن. آقا مثلا فلان بیا سری وردو بذار تو ماشین و اینا. من رسیدم سری و فقط یعنی یه لحظه فقط حواسم رفت به اون که این خانم چون افتاد زمین موتوری هم زد، موتوری هم در رفت. گفتم برگردم برسم که این مشکلی پیش نیاد. حالا دوباره آبربانک هم تو دستگاه موند و کارم هم موند. برگشتم رسیدم سر حادثه، رفتم سر مصدوم، دیدم همه دارن میگن. گفتم دست نزنید، اصلا هیچ کس دست نزنه، ما هم از بچه هلال احمر هستیم. این طرف آسیب نخاعی دیده، آسیب نخاعی داره، ما بهش میگیم تروما، که ایشونو ما تو همون حالت نگه داشتیم، فیکس همون حالت نگهش داشتم. بعد مردم رو دور اطراف دورش خلوت کردم، سریع زنگ زدیم بچه اورژانس رو، چون من اونجا تجهیزات هیچ همراهم نداشتم، فقط همون کنترل اولین کاری که ما توی کار امداد نجات انجام میدیم، کنترل صحنه حادثه که طرف اصلا مشکلی براش بیشتر پیش نیاد و اینکه ما به گزارش دهی هر چه سریعتر مثلا بحث به اورژانس که مثلا این خانم مثلا حالش بدتر داره میشه سریعتر برسید، مثلا جی سی اسشو ما میگیریم از ما. گفتی تروما؟ تروما بله. خب یه حمایت روانی میخواستم بکنم. تشکر. خب بنده رشتم رشته کارشناسی رشته جغرافیاست، یه لحظه جی سی اس رو با جی آی اس نه نه اب نداره. نه آخه نمیذاری اصلا من حرف بزنم، یعنی من مشکل خودم رو میخوام حل کنم. خب بعد اورژانس اومد و تو همون حالتی که بود فیکسش کردیم به کمک بس بچه های خود اورژانس، و تو همون حالا تو برانکار فیکسش کردیم و اعزامش کردن بیمارستان. خیلی هم عالی. شما بفرمایید. خب بله، بر من بیرون نبوده، تو محیط خونه بوده، جسمی هم نبوده، روحی بوده. حالا براتون تعریف میکنم. چند سال پیش ما عروسمون از سوسک خیلی میترسم، ما خونه زنجاییمون بودیم، بعد یه دفعه دیدیم که اومد سوسک اومده. بعد هیچی دیگه، بعد منم که کاملا اصلا از سوسکینا نمیترسم.
بعد بهش گفتم مشکلی نداره بی بریم با هم پایین. بعد رفتیم، ایشون کلا رفت کنار یه گوشه، من تمام خونه رو زیر و رو کردم در حد یک ساعت. بعد دیگه من کاملا به ایشون اطمینان خاطر دادم هیچی نیست اصلا، یعنی دیگه ایشون کاملا اصلا نمیتونستن پاشون رو تو خونه خودشون بذارن، فقط به خاطر یه سوسک کوچیک که دیده بودم. من کاملا براشون محیط رو نگاه کردم، بعد بهشون این اطمینان خاطر رو دادم که نترس هیچی نیست، بیا باهاش یه خورده موندم. بعد به اون سلامت روحی که رسید رهاش کردم. از دیدن یه سوسک آسیب روحی دیدن و بعد به سلامت روحی. هلال احمر فقط جسم نیست که یکی یه جا آسیب ببینه، طوفانی، سیلی، زلزله‌ای رخ بده و ما بخوایم بهش کمک کنیم، بیشترین آسیب آسیب روحیه، درسته؟ بله. نه نه میگم یه مورد دیگه، ما یه حادثه دیگه هم داشتیم، البته برای خودم بود. بله. خب من موتور سوار، راکب موتور سوار هستم، گواهینامه موتور و گواهینامه ماشین هم داریم. یه روز که از رستوران برمیگردم، توی محیط رستوران داشتم کار میکردم، از رستوران که برمیگردم میام میخوام برم مثلا سر مزار یه فاتحه بدم و برگردم، غروب پنجشنبه بودش. بعد تو این فاصله زمانی که میرم تا مزار برگشتنی، یکی از رفقامو سوار میکنم که میرسونمش تا منزلش. بعد این مگش رو گفت کلاهی میری تو این یه تیکه مسیر بذار. بعد من مگش رو گفتم خب این یه تیکه است، ما هم تا خونه شاید به اندازه مثلا 500 بشم نبود. گفت این خیابون اصلیه، خطر داره واقعا، مثلا خیلی مشکل ساز میشه، کلاهی میری تو بذار. من گفتم نه بابا، کلاهی میری من آویزون کردم روی موتور رو، گفتم داریم میریم دیگه. تو این 500 متر یه دونه بچه ناتوان معلول، من توی راه داشتم میرفتم شاید 50 تا سرعت نداشتم، یک دفعه یعنی تو عرض شاید تو 3-4 ثانیه نکشید، پرید وسط خیابون. این بنده خدا اومد وسط خیابون، منم کنترل نکردم و نتونستم کنترل کنم و موتور خوردم بهش. حالا موتور خورد زمین هیچی، خودم هم خوردم زمین هیچی، قشنگ گوشه سرم شکست. و من تو این حالتی که سرم شکسته، دستم آسیب دیده، موتور داغون شده، اون بنده خدا حالا خورده به موتور رو رفته رو هوا، افتاده گوشه جدول. این بنده خدا سرش شکست، دستش شکست، پاشم شکست. تو این حالتی که من دارم از اینجای پیشونیم خون میاد، توی همین حالت من این بنده خدا رو بغلم گرفتم، یه ماشین داره از اون راننده تاکسی داره از اون ور، یکی از دوستانمون بود داشت میومد بره بالا، من این بنده خدا رو تو بغلم گرفتم، میگم آقا وایسا 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 اینو برسون تو بیمارستان. میگه داره سرت خون میاد، میگم نه این الان واجب تره، اینا نمیره، این سر شکسته، این سر شکسته. این از حس امدادگریه که میخواستم. یعنی زدین رفت هوا اون ور جوب اومد پایین؟ نه توی یه چمنزاری بغل دست چی بود، من شاید صورتم 50 تا. من فکر میکنم یکی از دوستان امداد و نجات بعد همیشه همراه شما باشن. این اتفاق اصلا یه چیز خیلی معجزه آسا بود. حالا من واسه بحث همین میگن توصیه ایمنی، واسه کلاه ایمنی، واسه سوار شدن رو موتور و اینا، ما خودمون امدادگریم، ما خودمون باید حواسمون به خودمون باشه بیشتر از همه. اما من اون یه لحظه یه سهلنگاری کوچیک باعث این شد که هم خودم مشکل پیش بیاد، هم برای یه بنده خدایی. و خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. الان واقعا این که میگن خیلی از مردم آلوده بی‌تفاوتی شدن، واقعا همینطوره. ببینید من خودم سر یکی از کلاسای دانشگاه داشتیم در مورد همین صحبت میکردیم که یه جا تعرض بشه به مالی جانی، خیلی راحت مردم اونایی که مثلا میگن که ما همچینی میشنن فیلم میگیرن بعد میرن راحت پخش میکنن، اونایی هن که نگران خودشونن سریع حادثه رو ترک میکنن. خب وای به حال این که حالا تماس بگیرم با پلیسی، کسی تماس نگیره. واقعا ما خیلی از این جاها رو میبینیم اصلا طرف به جایی که گوشی رو دستشه، به جایی که سریع زنگ بزنه 110 اورژانسی جایی، خیلی راحت شروع کنه به فیلم برداری. آخه واقعا فازت چیه؟ نه واقعا فازت چیه؟ الان آقای مدیری من
بعد اون کلاس اومدم داشتم خیابون رو رد می شدم، پام گیر کرد به جدول رفتم، فقط برای اینکه با صورت نرم دستم رو کردم هامه که نرم رو زمین. بعد خدا رو شکر یکی از خانوم ها بلا فاصله اومد منو بلند کرد، یعنی گفتم چقدر قشنگه این حس، وسایل منو کامل برداشت، کمکم کرد که سوار ماشین بشم. کاش که واقعا خودمون رو آموزش بدیم هر اتفاقی بیفته منتظر نباشیم یکی دیگه بیاد و کمک کنه، خب خودمون انسانیت رو نشون بدیم. بله خیلی هم عالی. کسانی که معتقدن این آقا بهتر بودن دست بالا. خانم البته اصلا انقدر تک تک شما دوست داشتنی هستین و با ارزش وجودتون بخاطر برای جامعه برای مردم که اصلا نمیشه که یه دونه تبلت داد، که باید دو تا تبلت داد. برای همین متشکرم. خیلی ممنون. خب نمایش داریم. بله قربونش برم ببین داره چی کار میکنه. آقا ارسلان حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ نه دیگه، داره قربون صدقه من میره، نمیدی چجوری میزنه. منم دوست دارم گل من. چرم نگو، چرم نگو، تخمه خوردم پریده تو گلوم بزن پشتم. اصلا نگران نباشی، آنی دو جلسه کلاسه کمک های اولیه رفته، همه چیو بلده، خیالت راحت باشه. کلاس نمیخواد، بزن دو تو پشت من. نه نزن پشتش، نزن پشتش، اول باید ببینیم بیهوشه یا نه. نه من بعید میدونم بیهوش باشه، ولی مطمئن نیستم. دروغ چرا؟ دیوونه دارم باهات حرف میزنم، بیهوشیه بزن. میگه بزنم پشتش؟ نه نه نزن پشتش، خطرناکه، شاید نزدیک نخاش باشه، قطع نخا بشه. باید ببینیم سطح هوشیاریش در چه حدیه. آره آره، من کیم؟ من کیم؟ این کیه؟ من کیم؟ یعنی چی قیمتی بزن پشتم میگم به تو؟ نه نه نزن پشتش. نه 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 نمیزنم. این خونه کیه؟ این خونه کیه؟ مال من بدبخت. آی یادشه مال خودشه، هوشیاریشو داره لعنتی. خب اینجا باید دور شید، کسی تجمع نکنه، دورش کسی نباشه. مدیری دور شید. متفرق شید. دندون مصنوعیاشو بکش بیرون. باید نفسشو بتونه راحت بکشه. تخ کن. دندون مصنوعی کجا بود؟ مال خودم، بزن دو تا پشت من. چرا اینجوری؟ مال خودشه. ماشاءالله. با این سنش مال خودشه. آره من فکر می‌کردم آریه‌ای. اینجا باید درازش کنی. درازش کن. گردنش صاف باشه. ناشتا باش. بله من میام. نمیدونم آشتاست یا نه، نمیدونم. خب بخوابم که بدتر میشه. مصدوم مگه میدونه مصدوم میشه ناشتا باشه؟ شما حرف نزنین آقا ارسلان، حرف نزنین، خوب نیست براتون. به قول یه عزیزی انرژیتون میفته. آره. براتون خوب نیست، حرف نزنین شما. آره اصلا نگران نباش. آره. خوب میشی گل من. من پیامک دادم الان اون هلیکوپتر امداد میاد. آره. هلیکوپتر میاد نجاتت میده. هلیکوپتر برای چی؟ دو تا بزن پشت من. نه 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 نزن پشت. نه نه نمیذارم. نه طاقت بیار، طاقت بیار. آره. تو میتونی، طاقت بیار. نه نه باید مجاری تنفسیش آزاد باشه. آزاده. طاقت بیار، خون زیادی ازت رفته، طاقت بیار. آره آروم. چشاتو نبند، تو یخ میزنی، چشاتو نبند.
آره الان هلیکوپتر میرسه. بیا 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 یه سلفی بگیریم باهاش. آه بیا این اگه بمیره خیلی لایک میخوره. بیا اومدم بیا بیا سلفی بزن بزن تو اونجا بایستا داره من اینجا بیا خوب بود؟ آه داره کبود میشه داره کبود میشه بابا. داره کبود میشه بابا شما ور میدن تخمه رفت کنی خودش بارو بینم هلیکوپتر رسید نگران نباش هلیکوپتر اومد بده دست راننده بده دست راننده بیا بیا بلند شو بلند شو پاشید پاشید آقا پاشید اومد اومد بیا پاشید پاشید تو دووم بیار دووم بیار بیاین شما میتونین بیاین 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 باشو باشو الان پرهای هلیکوپتر میچرخه بادش میخوره به ما ما کنتر حرکت میکنیم کنت بیاین بیاین خب هر جایی که فامیلاتون رو میذارید سر کار بذارید ولی انصافاً مشاقلی که به امداد و نجات مربوط میشند رو شوخی نگیرین. پسر عمه‌شو گذاشته غریق نجات استخر، 8 سال نشسته اون بالا تخمه خورده سوت زده، گفته آقا شوخی نکن. بعد از 8 سال یکی گفته کمک، این هول شده پاش لیز خورده رفته تو آب، یعنی چنان دست و پایی زده برای غرق نشدن که جای پنجولش رو بدن تمام 85 نفری که تو آب بودن هست. آخر سر اینی که داشته غرق می شده اول اینو نجات داده، بعد رفته یه گوشه خلوتی غرق شده. به عنوان مسئول برانکار اینو نمیدونه که موقع حمله مصدوم نباید بتونه که کله مصدوم رو بین دو پای خودش ببینه. اینو هنوز نمیدونه. اگه داری میبینی قطعا یه جای کارت اشتباهه. پزشکای تیمای ورزشی هم معمولاً بر دو نوعند. یه عده وقتی میرسن بالای سر مصدوم اینجوری میکنن، یعنی داره میمیره تعویزش کنین. یه عده دیگه تا نفس دارن اسپری میزنن، اسپری که تموم میشه میگن ما کار خودمونو کردیم دیگه فقط دعا کنید. بودجه رو گرفته رفته صحرا که از آخرین گونه های یوزپلنگ ایرانی محافظت کنه. یه تیکه کالباس گذاشته وسط صحرا که یوزپلنگ بیاد. خودشم هر روز از هتل 5 ستاره با دوربین نگاه میکنه. بعد از 1.5 سال شورا میکنن به این نتیجه میرسن یوزپلنگ اصلا کالباس دوست نداره. خب مهلت نصب نرم افزار تاپ و شرکت در قرعه کشی خودروی شاسی بلند خوبمون فقط تا ساعت 12 امشبه. کسانی که این نرم افزار رو تا حالا نصب نکردن میتونن با ارسال 44 به 3080 و کلیک روی لینک دانلود در پیامکی که براشون میاد نرم افزار رو نصب کنن و حداقل 1 تراکنش برای ورود به قرعه کشی انجام بدن. کسانی هم که نرم افزار تاپ رو قبلا نصب کردن تا قبل از ساعت 12 فرصت دارن با افزایش تراکنش شانسشون رو در قرعه کشی افزایش بدن. فقط تا 12 امشب فرصت دارید. خب حالا یه خانم و یه آقا بیان تشریف دارن. زوج اینجا داریم؟ بفرمایید شما بفرمایید بفرمایید.
یه سوال دیگه هم بپرسم. بفرمی خانم. اینجا کسی رو هم داریم که موقع نجات یک مصدوم حالا به هر دلیلی زده نابودش کرده، برعکس. آره زدی نابود کردی. بیاین شما بیاین. بفرم. خب من یه سوال دارم، شما به هم نزدیکتر لطفا. من یه سوال دارم راجب امکانات کاری که میکنید، یکم برامون بگید. امکانات وجود داره؟ خوبه؟ عالیه؟ کمه؟ بده؟ عرضم به حضورتون امکانات عالی هست. بله، فقط این که باید من به نظرم سطح معلومات نجاتگرا بیشتر بشه تا بتونی به نفع احسن از این امکانات استفاده بکنی. امکانات ما هرچی بخوایم برای نجات مصومین هست. یعنی در سطح کشورهای دیگه؟ در سطح کشورهای پیشرفته شاید نباشه، ولی خب بهشون داریم نزدیک میشیم خدا رو شکر، ولی سطح معلومات خودمون پایین هست. اونم من فکر میکنم با گذاشتن کلاسای بیشتر بهتر بشه. امکانات به چی میگیم؟ امکانات به تمام تجهیزاتی که ما بتونیم از اون برای نجات افراد استفاده بکنیم. یعنی هر وقت در هر جایی از کشور مشکلی پیش میاد، ما به لحاظ امکانات مشکلی نداریم، فقط باید نیروها احتمالاً میگید متخصص تر بشن. خب بعضی وقتا بستگی به شرایط داره. یه وقت میرین امکانات هست ولی دست نجاتگر نمیرسه. حالا بر اساس مشکلاتی که هستش تو کشور، حالا یا حالا راه‌های ارتباطی و چیزهای دیگه که پیش میاد. خانم شما چیزی میخواین اضافه کنین راجع به همین سوال؟ همونطور که همسرم گفتن که دانش امدادیمون رو با کلاس ها ببریم بالا. دانشمون باید خیلی بیشتر بشه که تا بتونیم از این امکانات به نحو احسن استفاده کنیم. خب این دوره ها رو مگه دوستان همه کامل نگذروندن؟ استاد کمه یا کم درس میدن یا همه چیزو نمیگن؟ چرا کلاس ها رو برامون میذارن ولی باید بازآموزی بشه. که یه جوری برامون دوره بشه این کلاس ها. متوجه شدم. شما لطفاً میکروفونتون رو بدین. کیو نابود کردی؟ من صبح زود بود، من برنامه کوه داشتم، بعد با صدای جیغ و داد همسایا بیدار شدم، رفتم بیرون دیدم از حیات همسایه دود میاد. یکم طولانیه میتونم همه رو چی میاد؟ دود میاد. دود. بعد من فکر کردم ماشینشون آتیش گرفته، همه رفتیم که خاموش کنیم. دیدم یه بنده خدایی، حالا کسی هم بد نشه، یه بنده خدایی خودسوزی کرده، داره وسط حیات داره دست و پا میزنه. بعد ما رفتیم داخل که حالا با پتو خاموشش کنیم بیاریم بیرون. ماشینی که آتیش گرفته بود پشتش مثل اینکه بنزین و اینا بوده، منفجر شد، همه ریختن بیرون. بعد دوباره رفتیم تو، موتور منفجر شد. یعنی 3-4 مرتبه هی رفتیم داخل اینو بیاریم بیرون، یه چیزی منفجر شد، مجبور شدیم بیاییم بیرون. بعد از اینکه حالا اون خودش سینه خیز اومد بیرون، دارم فکر میکنم اگه شماها نبودین چی میشد؟ چی به سرش میومد؟ خب؟ بعد اووردیمش بیرون، خواستیم من خودم، فقط من اونجا بودم فکر کنم، هلال احمدی بودم، کسی دیگه ای نبود که بلد باشه. و سخت‌ترین کارم به نظر من دور کردن اون متخصص هاست از اون دور و بر. من اومدم با کمپرس آب سرد اینو دمای بدنشو بیارم پایین. نزدیک 25 نفر گرفتن منو، می‌خواستن بزنن که کشتیش، چیکار داری می‌کنی؟ خب بعد پتوی کثیفو از پشت وانت آوردن کشیدن رو اینکه آبروش نره. خب چون لباساش سوخته بود. بعد همون پتو اینا مثلا که باعث شده بود بنده خدا فوت کنه. 2 روز بعد تو بیمارستان. یعنی همون پتوی آلوده باعث شد که فوت کنه. بله. آره این اتفاقا زیاد میفته دیگه. مردم هم قصدی ندارن و میخوان کمک کنن ولی چون بلد نیستن میکشن. ایشون و همسر بهتر بودن؟ ایشون بهتر بودن. خب من که به هر حال دوتا چیزو میدم. خیلی متشکرم. بفرمایید. خیلی ممنونم.
بذارین من خودم یه خاطره الان یادم افتاد بگم. برای رفتم که کیو نجات بدم. بگم؟ الان یه هویی یادم افتاد. یه چند تا از دوستانم میدونن این موضوع رو ولی هیچ وقت نگفتم. من یه جایی یه خونه‌ای که زندگی می‌کردم مثلا طبقه هشتم بود و پنجره‌ای داشت. این موضوع مال زمان قهوه تلخه. 4-5 سال پیش. رو به کوچه. کنار خونه من یه ساختمون مثلا 14-15 طبقه اسکلت فلزی بود که نیمه کاره رها شده بود و دو سه سال همجوری مونده افتاده بود. من فیلم برداریمون تموم شد رفتم سر تدوین. سر تدوین ساعت مثلا 3:30 صبح کارم تموم شد اومدم خونه. رفتم تو اتاق خواب لباس راحتی پوشتم خوابیدم رو تخت. لای پنجره هم باز بود تابستون. دیدم صدای مثلا گریه یک زن میاد و صدای یه آقایی که بهش فحش میده که یعنی خفه شو. ساعت 3:30 صبح. گفتم حالا همسایه دعواشون شده و مثلا بخواب تو دخالت نکن. دیدم نه هی داره اوج میگیره. من رفتم از بالای از پنجره نگاه کردم دیدم زیر اون ساختمون نیمه کاره یه سری الواره، یه لامپ خیلی ضعیفی اونجا روشنه تو خاک و گچ و فلان و اینا، یه خانومی رو زانو نشوندن دستاشو از پشت بستن، یه آقایی هم کنارش رو زانو نشوندن دستاشو از پشت بستن، 5 تا 6 تا مرد درشت که یکیشون انگار رئیس بود دور این نامی چرخید و فش میداد. موهای فرفری هم داشت. دور اینا بودن دو نفر. من زنگ زدم 110 گفتم آقا ببخشید من فلانی هم اینجا آدم ربایی شده به نظرم، اون چیزی که من دارم از بالا میبینم. گفتن که تلفنتون رو دادم و به منتورمون دوستمون که الان اینجا هم با ما همکاره گفتم تو هم زنگ بزن. زنگ زدم بهش گفتم تو هم زنگ بزن برای اطمینان، این آدرس منو بده بگو اینجوری. زنگ زدم و رفتم دوباره پشت پنجره دیدم که خسته نشین یه وقت دیدم که نه میگم یعنی خاطره طولانیه یه وقت خسته نشین. آقاه اینو گفت، گفت تا 5 دقیقه دیگه اگه نگی میکشمت. به خانومه اونم دهنش هم بسته بودن، دهن مردر هم بسته بودن و اینا فقط زار میزدن. من از لای 3 تا الوار این صحنه رو میدیدم. من دیدم تا 5 دقیقه بعد بعید میدونم که پلیس برسه. یه شمشیر سامورایی داشتم چه حالا من مثلا چون من حالا رزمی کار کردم سالها و دوره اینم دیدم و اینا، یه مچبند بستم و کتونی پام کردم و گرم کن پوشیدم و 2 تا مچبند شمشیر سامورایی و غلاف رو گذاشتم رو تخت و رفتم پایین تو کوچه، رفتم از این درهای فلزی تو ساختمون نیمه کاره اینو آروم باز کردم، رفتم دم یه راه روی اینجا پر چوب و خاک و ایناست، یه آقایی اون ته اینجوری وایستاده رو به اونا نیم رخ به من انگار مواظب کسی نیاد، اونا هم اونجا هم دارن میچرخ. همینجوری که رفتم داشتم میرفتم تق پام خورد به یه چیزی، این آقایی که اینجا بود برگشت منو دید آروم اومد سمت من. من نگاه کردم پایین دیدم ریل دوربینه. از این ریلا که ما اونجا داریم مال تراولینگ. دیدم چراغ و سپایه و ناسو. آقاه اومد نزدیک اینجوری مثلا اینجای من. منم شمشیر سامورایی دستم. 3:30 صبح. گفت
گفت آقا مدیری؟ گفتم جانم. گفت بچه آقا مدیریه. دوید و منو کشوند و برد تو. من دیدم دور تا دور منشی صحنه، صدا بردار، فیلم بردار، گروه تدارکا فالان وایستاده، اینا دارن تمرین میکنن این وسط، از این تلفیلم ها بود. بعد منم عرق سرد، منو نشوندن یه گوشه و گفت های مدیری شمشیر سامورایی 3:30 صبح اصلا اینجا چیکار میکنه؟ گفتم ببین اون پنجره رو نگاه کن، خونه منه. من صحنه که از اون بالا دیدم این بود، اومدم که بیام تو بزنم، یعنی چون زنگم گفتم یه طوری میشه دیگه، میرم بینشون رو میزنم. خلاص تهیه کننده و کارگردانشون آقای جوانی بود، من نمیشناختم. گفت آقا خیلی کار خوبی کردیم، ببخشید ما این مزاحم شدیم، شرمنده. گفتم ببخشید، من فقط من زنگ زدم 110 اکیپ آدم ربایی داره میاد. ما دیدیم کوچه شد عین جهنم، یعنی از این ونا همینجوری اومدن و ریختن پایین، دور ساختمون رو گرفتن از این نیرو ویژه‌های اینجوری با نورای قرمز. ریختن حالا من رفتم با شمشیر سامورایی بیرون وایستم، میگم آقا من زنگ زدم، من زنگ زدم. رئیسشون اومد ماشاءالله، گفت که من اینجوری نگاهشو میکنم. گفت آقا من زنگ زدم. گفت که رئیسشون گفت برای چی زنگ زدی بشتو؟ گفتم که من از اون، حالا برای همه هم باید توضیح بدم، گفتم اون پنجره رو میبینی اونجا خونه منه، من از اونجا این صحنه فکر کنم آدم رو با یه زنگ زد. ببینید محل نابود شد، تمام همسایه ها با پیژامه تا اینجا اومده بودن بیرون. همه فوش میدادن به من، نمیدونم چرا، که آقا خواب ندارین شما، فکر کرده بودن فیلم برداری منه. آقا چین چه وضعیه تو من، ما خوابیم، این چیه، 100 تا ماشین پلیس فلان. خلاصه تا این بساط من، این کمکی بوده که من از دستم بر اومده. آره گفتم بگم شاید بامزه باشه، مهمان داریم. چه مهمانی، اصلا نیاز به مقدمه نداره. خانم گوهر خیراندیش. ببخشید. شرمنده. خوبه. شرمنده. خیلی زحمت کشیدید. قربون دستای همگی. به به. ببینید کی اومد. خانم خیراندیش. دسته گل. خیلی خوش آمدین. من توضیح بدم، سر سریال دیوار به دیوار اومدن از لوکیشن بیان بیرون، پاشون پیچ خورده، شکسته پاشون و با این حال و روز اینقدر محبت داشتن به ما که آمدند. واقعا ممنون. خواهش میکنم. قربون دستای همگی. من واقعا بفرمایید، اگر سلام علیکم هست بفرمایید. سازمان هلال احمر تنها سازمان بی‌طرفیه که با دستهای مهربان خودشون بدون چشم داشت همه جا حاضرن و کمک میکنن. من در مقابل شما دستاتون و دستهای یاری رسانتون رو از دور میبوسم، سر تعظیم فرود میارم. قربون لطفت، قربون لطفت. والا امروز که من داشتم میرفتم سر کار، یکم مونده بود برسم به محل فیلم برداری، مدیر در واقع برنامه های آقای مدیری که قبلا هم من در دنیای تصویر باشون آشنا بودم، زنگ زدن گفتن که امشب شما میایید دوره همی. خب ما چون قبلا خونه آقای معلم عزیز، زنده یاد معلم عزیز، اونجا شبها بعد از کوچ نابهنگامشون میرفتیم و دوره هم بودن تعدادی، اتفاقا جناب آقای مدیری هم یک شب تشریف داشتن، من بیشتر هر شب میرفتم. گفتم والا نه من امشب دوره همی نمیام. فکر کردم اونجا دعوتم،
اصلا نمیتونستم قراره بیام پیش آقای مدیری. نشسته بودم، من داشتم گیری میشدم، بعد نشستم سر تمرین رو صندلی چرخدار، برگشتم نگاهش میکردم، گفتم چیه؟ گفت تشریف میارین دور همی؟ گفتم خب چرا اینجوری بگید؟ خب باشه، ولی من پاهم بالاخره آسیب دیده، من دلم میخواست جلوی شما عزیزان و بعد بینندگان محترم سرحالتر بیام و دوست داشتم که بشینیم با آقای مدیری برنامه حسابی با هم داشته باشیم. خیلی عالی، این درجه یکی این اصلا. خب حالا دیگه شما میفرمایید، ببخشید. خیلی ممنون، خیلی ممنون. ما همونطور که میدونید و دوستان تشریف آوردن، برنامه امشبمون راجع به اصلا موضوعمون امداد و نجاته. آها. چرا اینقدر صدمه میبینین سر کارا؟ بگم دونه دونه. الان میدونید دونه دونه من خیلی آسیب دیدم، خیلی سالها سر کار، فیلم بانو، فیلم حماسه آرت، فیلم آذر شاه دخ پرویز و دیگران، فیلم، یعنی تقریبا نمیدونم، و دلم نمیخواست که الان که این برنامه ایدانه است در واقع از هیچ کدومش بگیم. من خیلی قوی تر از اونم که بخواد اینجور شکستگی ها، شکافتن فرق سر، شکستن ترقوه، پنج تیکه شدن شانه، سوراخ شدن ریه، شکستن شده. دنده، سه تا مهره پشت. خواهش میکنم واقعا نمیخوام هیچ کدوم از اینا رو بگم، یعنی من تونستم مبارزه کنم و همیشه بگم که به آسیب ها شما نمیتونید منو از مردمم و حرم نفس های اونا و اونچه که به من انرژی میدید همتون و میخوام خدمت گذارتون باشم، نمیتونی من از پا بندازی. الان اشاره کردین که قدرتمندید، این از کجا میاد؟ از کودکی بود یک خصلت بود یا اینکه آگاهانه کم کم بهش رسیدین؟ والا اگر به شما بگم فقط حس مسئولیت در مقابل کاری که به عهده گرفتم، شعار ندادم اصلا، چون فکر میکنم این کاری رو که انتخاب کردم بالاخره بیشتر اوقات وسط کارام هست. مثلا شما فکر کنید با اون همه آسیب، من واقعا میتونم بگم که شاید برای فقط شکستن ستون فقرات شاید هر کسی میتونست دو ماه سه ماه بخوابه، ولی من بعد از 25 روز توسط دکتر عزیزم مسعود فاخری آمدن گفتن که یه دستت که سالمه، یه پاد، گفت اصلا برای چی خوابیدی؟ گفتم وای مگه میشه با این همه شکستگی هم بلند شد؟ گفت که بله میشه. برداشتن تمام چسبا و باندجا رو وا کردن، یه دستمال آوردن گفتن این دستت میره تو این، اینم که حالا با دردش بساز، سرفم نکن، حرفم نزن، پاشو راه برو. اگه غیر از این باشه هر روز باید آب ریه‌تو بکشن. باور کنید این بار که اومدن پای منو شکسته بود باز رفتم بیمارستانشون، گفت من به همه دانشجوام و به مریضام یه دروغی به شما گفتم گرفت. گفت فکر نمی‌کردم. گفت اصلا بلند شدن و جریان خون باعث شد شما دیگه ریه‌تون آب نیاره و خودتونم اون به اصطلاح تنفس و رفتن اکسیژن به ماهیچه ها و همه چیز شاد شما رو سرپا کرده. من بعد از 25 روز فیلمبرداری آذر شاه دخ پرویز و دیگران که خب من جایزم رو از مردم دوباره برای جایزش که در اون فیلم گرفتم، منتقدین همینطور، فرش همینطور، جایزم رو گرفتم، ولی بعد از 25 روز بله. رفتم با همون اون آلام و درد. حرفشو قرار نزنید. من میخواستم بیام امروز بی مقدمه، بعد از اینکه قرار بود بارها خودتونم گفتیدین میام، گفتم یه برنامه، فکر میکنم حالا چه برنامه‌ای باید بچینم بیام برنامه آقای مدیری. الان بی مقدمه قبول کردم. خواهش میکنم به سبک این بچه‌های قدیم یک دو خط غزلی، ترانه‌ای منو مهمون کنید. جواب مردم بدید. من مرسی، من یه چیزی بگم. لطفا فقط برید تو گوشی برید. چش نه. به خدا قسم اصلا من اول نگی صداتون گرفت. نه 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 صدام خیلی هم صافه. اصلا اهل ناز و اینا نیستم تو خوندن. اصلا. ولی اصلا من بدون ساز بلد نیستم بخونم. بچه کسی ساز بلده بزن؟ ساز چی؟ او نه ببین. واقعا شما فقط بلدین با ساز بخونید؟ بذارین راجع به شکستگیاتون فقط. خب من نمیگم، شما هم نه، هیچی نگین، بذارین من سوال کنم. ساز چی؟ دیدین زیرش در رفتن؟
آقا بیا آقای مهراد عکاس محترم خوب. بیا منو ببر. نه خیلی خوب. خیلی حالا یه ذره سوال کنم یه ذره برگردیم به دورترها. شما سه رشته قبول شدین در نوجوانی: پزشکی، زبان انگلیسی و هنر. پشیمان نیستین که هنر رو انتخاب کردین؟ خودتون بگید. نمیدونم من خوشبخت‌ترین آدم روی زمین هستم یا نیستم وقتی قلب‌هایی مثل این عزیزان، بله، چشم‌های نازنین و صبور و شکیبا و مردمی که اینقدر منو به هر حال مورد محبت و عنایت خودشون قرار میدن. خدایا اگر که من تتم عمری مونده، همینطور که همسر خدا بیامرزم اسماعیل خانی با عزت بود مرگش، منم یک مرگ با عزتی داشته باشم، اگر تتم عمری هم از زندگی با عزتی داشته باشم. من دلم میخواست پزشک بشم ولی الان یه خراش و خونه میبینم قش میکنم. زبانم که میشه خوند ولی وسطاش دلم میخواست که برم پزشکی بخونم. مامانم وقتی من گفتم رشته هنر گفت نه خب حالا چی میشی؟ گفتم والا من میرم به جایی که رومانتیسمتو خوب کنم رومانتیسیسمتو خوب میکنم. و از تئاتر شروع شد؟ بله از تئاتر شروع شد، از اسماعیل خانی شروع شد اصلا. روحشون شاد. من تو خونمون داشتم زندگیمو میکردم، البته که از بچگی تئاتر رو دوست داشتم. بعد شرکت کردم در یک تئاتری که اسماعیل خانی تو مدرسه منو انتخاب کرد. بعد از اون دیگه رفتم خانه های فرهنگی بود که به شکل مستمر اونجا بودم. در شیراز. بله و استخدام شدم در فرهنگ و هنر و وقتی که دیگه آمدم دانشگاه تهران قبول شدم و به قول دوستان بعدش لیسانس و بعد دکترا در همین زمینه دیگه کارمو ادامه دادم. ادامه دادین. چند سالتونه؟ من همه میدونن یکی از روزهای خدا اول شهریور ماه بود که در شیراز به دنیا اومدم. بچه ها زحمت میکشن سرچ میکنن چون تو تمام سایت ها هست. در ضمن ببینید گیریمورا، ببینید کارهایی میکنن که شما خیلی جوانتر از سنتون دیده میشه. بله بله دیگه لازم نیست جراحی کنید. ولی من سرچ کردم آخه قبلش. اول شهریور 1333. عجب چارشو انداخت، به خدا چار بوده. نه شوخی، من چار به دنیا آمدم ولی شناسنامه منو یک سال من مدرسه زودتر رفتم و سنم هم همه میدونن به اندازه سنم خوبتر به نظر میرسم. میشه 72 سال؟ 78. 73 سال؟ نه 60 ببخشین. اشکال نداره ولی اصلا بهتر به نظر میرسه. بله خیلی اصلا من اشتباه کردم. خواهش میکنم عرض کنم که سن که اصلا عدده و من هم هیچ وقت سنم رو کم نمیگم. مثلا سر کار به یکی از بچه های بود، اتفاقا من اون موقع میگفتم مثلا شاید سرکار آقای داوودی بود، بوی خوش زندگی، گفتم 65 سال. اون گفت وای 38 ساله به نظر میرسی. من برادر بزرگم همیشه پی بهم انتقاد میکنه که با چیه هی سنو میپرسی. اصلا اشکال نداره همین جمله شما را میگن، میگن سن یه عدده و اصلا چرا انقدر تاکید داری روش؟ درستم هست اشکالی نداره چون ما دیگه پی پرسیدیم دیگه هم که تو سایت میدونن. بعدم من دیگه قرار بر چی پنهان کنم آخه سنمو؟ عرض کنم که شما کارنامه درخشان و قابل دفاعی دارین از فیلم های نظیر خیلی زیاده اگه بخوام بگم. میخواین خودتون اون درجه یک کار رو بگین مثل بانو؟ به خدا اینقدر همش درجه یک برای من. آره. چون همشون رو به سختی انتخاب میکنم با اجازه همتون، برای اینکه شما ها نمیذارید من هر کاری رو بازی بکنم. از اون خیلی کارهایی که به من پیشنهاد میشه که خدا رو شکر تقریبا زیاده، به دلیل اینکه مادر، خاله، زن اول، زن دوم، شمسی پلنگ، قدسی، هاجر، چه میدونم خاله، نمیدونم جمیل گدا، خب همش اینا همه این نقشا رو بالاخره وقتی پیشنهاد میکنن نقشا تقریبا منم دوست دارم قبول بکنم. همه این نقش ها رو خیلی دوست دارم. از 115 فیلم سینمایی که بازی کردم تقریبا همش رو با وسواس انتخاب کردم. بعضی هاشم چون اسماعیل خانی منو تنها گذاشت، شاید بعضی از سریال ها، شاید بعضی از کارها به خاطر
زندگیمو بتونم اداره بکنم و بچه‌هامو در سطحی که می‌خواستیم دوست داشته باشیم و بچه‌هام بتونن کارشون رو ادامه بدن، من همه کارا رو با وسواس انتخاب کردم. ولی خب جوایزی که گرفتم تقریبا بیشترش برای بانو بوده، برای فیلم دنیا بوده، واکنش پنجم بوده، رسم عاشق کشی بوده، آذر شهدخت بوده، چهره بوده، خیلی بله. جوایزم هم تقریبا با اجازتون کم نیست. بله و این نقشایی رو که اسم بردین یه چیزی رو به یاد من میاره و اون اینه که شاید واقعا یکی از یا تنها بانویی هستین در سینمای ایران که هیچ پرهیزی از هیچ نوع گریمی نداشتین و این من همیشه شما رو مثال زدم که چون خانوما خیلی مواظبن که صورتشون خراب نشه، تیپشون خراب نشه، زیر بار هر گریم سنگین و عجیبی نمیرن، ولی شما همیشه این کار رو کردین و یکی از دلایلی که من فکر می‌کنم شما یکی از ماندگارترین بازیگران خانم در ایران هستید یکیش همینه که نقشا رو پذیرفتین و بدون هیچ واهمه‌ای زیر بار گریم‌های بسیار سنگین و سخت رفتید. با خود شما اصلا همون توکیو بدون توقف بله، یادتونه بله. چه گریم و که بخوره به اصطلاح اول که قرار بود من کلفت خونه باشم، بعد شد عمه و با هم دیگه اون نمیدونم توکیو بدون توقف، من خیلی دوستش دارم اونم خوبه بله. اونم اون گریم حالا چشم سبز و موهای اونجوری بله. و لباس اصلا اومد توی جز نقش، یا حالا همون دایره زنگی که دایره زنگی هم با هم بودیم. آره ما بله. تقریبا خوبه، امیدوارم بتونیم. من این بار بهتون گفتم تو فیلمتون دوست دارم بیا، منو نبردین دیگه. نه اصلا آخه اصلا اول فیلم من در حد شما نبود. بعدم که واقعا یه نقش اصلی واقعا داره این فیلم، حالا میبینید و بیشتر مردمن که این فیلم رو میچرخونن. بسیار عالی. از زیر خوندنه دارید در میدید بسه یا نه؟ چی؟ از آیا شما صداشون رو دوست دارین؟ نه من به خدا ناز نمیکنم، اصلا نمیتونم. با چه خجالتی؟ نه آره نمیتونم، یعنی کاش الان مثلا یه پیانو اینجا بود یک ساعت براتون. وای خدایا. آره حالا سوال بعد نگاه عرض کنم که با کارگردانای بزرگ کار کردین، میتونید انتخاب کنید از بینشون؟ والا همشون عالیه. مثلا شما فکر آقای مهرجویی دوبار میکس و بانو، آقای اصغر هاشمی که خب چند تا کار هم من با اسماعیل خانی با هم داشتیم، آقای عیاری، حتی آقای نازنین کیارستمی شیرین رو که شانس اینو داشتم، آقای الوند باز دو تا کار بوده، آقای لطیفی، آقای فتحی، خیلی هستن. اگر بخوام از این 110 تا بله. خیلی دلم میخواد شما کمکم بکنید که سریال ها هم بگید. سریال هم که همه خیلی نازنین، همه مخصوصا که خب خودتون میدون آقای فتحی که الان شهرزاد دارن میسازن. ما دو تا سریال با هم داشتیم، یکیش در واقع نقش من متضاد با قدسی بود که میوه ممنونه بود، اونجا شمس پلنگ بودم، اونجا قدسی بودم. یعنی در واقع آقای فتحی بارها شده که ما می‌خواستیم با هم کار کنیم، چه در سینماییشون، سریال کارهای زیادی با ایشون داشتم در سینما، آقای رایی، آقای کمال تبریزی، همه بزرگانی که الان شما می‌بینید فیلم می‌سازن من باشون کار کردم بله. چون تعداد کارام زیاده، خیلی دلم می‌خواد همه‌شو الان حضور ذهن داشته باشم تون بگم. منو ببخشن همه عزیزان اگه نمیتونم اسم همشون، به خدا الان بله بله. نمیتونم الان همه رو بگم. میتونید بگید که آقای خسرو معصومی که خب من جایزه سیمرغ رو برای رسم عاشق کشی بردم اون جایزه رو و خب همه کشورام رفت جایزه برد، خیلی اون آقای حاتمی کیا ارتفاع پست و بله. هر دو تا کار آقای حاتمی کیا هم دعوت و هم در واقع فیلم دعوت که اپیزودش باز من جایزه رو گرفتم، فیلم ارتفاع پستشون باز جایزه گرفتم. آقای حاتم خیلی الان امیدوارم کسی ازم دلگیر نشه چون نه نمیخوام برنامه خیلی زیاده پر بشه از اسم. ولی توی ارتفاع پست درخشان بودید شما، واقعا درخشان آخی. بودید و اکثر کارا واقعا 90% کاراتون.
نمیخونین؟ به خدا بلد نیستم، بدون ساز بلد نیستم و الا میخونم. واقعا اینطوریه؟ آره. تو ماشینتون زمزمه نمیکنین وقتی میرین؟ نه. تمرینای آوازتون رو وقتی بهتون متنشو داده بودن ساز نبود خودتون خونه؟ تو ماشینم پیانو دارم. یکی اون پشت نشسته میزنه. ولی حالا بازم بپرسین. از عاشقی بگید. عاشق شدید. کی؟ من کی و چگونگی شما منظورتونه؟ بله. به روز عید مربوط میشه به خوانندگی شما؟ این سوال مشترک همه است. یعنی از هر کی پرسیدین باید بگه بله. من وقتی عاشق شدم فکر میکردم اصلا دنیا یادم دیگه میشه اون عشق، ولی بعد انقدر عقل جایگزین خیلی از شرایط زندگی آدم و استمرار زندگی میشه که اون تبدیل میشه به یک چیزی که شما میتونید بهش فکر بکنید، داشته باشینش بدون اینکه خیلی دیگه تب و تاب داشته باشید. بله، هر کسی من فکرم تو زندگیش عاشق شده. بله، من عاشق شده. بفرمایید. بله. بله. یعنی کی؟ تاریخش. تاریخش. فکر میکنم سال با ذکر نام فکر میکنم 80 فکر کنم 81 78 78 الان نمیدونم تاریخش رو نمیتونستم فکر نمیکنم امروز تاریخ عشق رو میخواییم بپرسی. تاریخش مهمه یادم رفته باشه. 78 یا 80 کدوم عشق رو میگین شما؟ یه بار من بیشتر عاشق باشم. عجب یا دارین به میلادی میگین؟ نه؟ نه. خب آشناییتون با آقای اسماعیل خانی مرحوم رو بگید. من که از مدرسه وقتی منو انتخاب کرد دیگه بعد از اون کلاس نهم بودم و بعد از اون مامانم گفت که ببخشید نمیخواد شما بیاین برسونینش خونه، من خودم میام دم خانه فرهنگ دخترم میبرم. گفت که آخه من میخوام که بیشتر با شما آشنا بشم. گفت اشکال نداره باشه. بعد گفت به مامانت بگو یه آبگوشت بپزن من بیام. گفتم که واقعا آبگوشت؟ گفت آره من خیلی آبگوشت دوست دارم. گفتم مامان. گفت نه مادر جو اینا میگن ولی ما باید حتما یه برنج و مرغ و جوجه کباب و اینا بذار. این گفت تو هیچ کدوم از اینا رو نذار اینا. مامان هم دیگه رفت تو نون سنگک گرفته بود سبزی و تروبچای نقلی و آبگوشت هم درست کردن دیگه. گوشت اون که بر نمیداش آبگوشت رو بذاره که. غذاها رو هم گذاشت. وقتی اسماعیل خانی اومد گفت که من فقط گفت بودم آبگوشت و واقعا هم آبگوشت رو خورد. و بعد از اون در واقع گفت که من میخوام با دختر شما ازدواج بکنم. گفت ببین این هنوز خیلی جوانه، مثلا نگاه کن این لباساشو انداخته اینجا رفته، اصلا این بلد نیست حتی لباساشو جمع بکنه. میخواست یه ذره مثلا منو جلو اونم شلخته نشون بده، اینقدر سیاست نداشت که بگه حالا آبرو منو نبره. گفت ببین مثلا اینجوریه، بعد این مثلا میره فوتبال، اصلا مگه دخترها میرن فوتبال؟ مگه میرن هفت سنگ؟ مگه میرن از این مثل چوگانا؟ گفت ببین این کاراش رفتارش اینجوریه، خیلی جدی نگیر، فکر نکن که این میتونه با تو زندگی بکنه. ولی ما 38 سال با هم زندگی کردیم. هر وقت لباسای من روی مبل بود گفت گوهر لباسی. گفتم مامانم که بهت گفت. ولی قبول کنید آقای مدیری، من انقدر خانه‌دار شدم و کار میکنم یعنی اصلا خودم هم باورم نمیشه. بله. از غذا پختن، اسماعیل خانی که خودش یه آشپز بود، پسرم که فوق‌العاده، دخترام البته الان اونا مادر من شدن، من بچه اونا. روحشون شاد آقای اسماعیل خانی، چه بازیگر درجه یکی بودن و چه مرد دوست داشتنی. و راجب فرزندان بگین. من 3 بچه دارم. پسرم در واقع نمیخوام بگم که حالا صداش مثل شما خوبه، ولی واقعا صدای خوبی داره و رفت دنبال موسیقی، یه مدت هم بازی کرد، بعد دیگه کوچی کرد و با همسرش رفتن آلمان، بعد از اونجا دیگه موند. دخترم 2 دارم، آزاده که در آزاده اسماعیل خانی که در سریال معمای شاه چون رشته های اینا بازیگری هم خونده بودن، همین نقش دختر خودم رو آفاق در سریالی که بازی کرد و تئاتر کار میکنه، دانشگاهش هم الان دوباره هنوز داره میره رشته دیگه ای رو ادامه بده. دختر دیگه هم که
مهندسیشو تموم کرده، اونم امریکاست و رفت بره دندون پزشکی بخونه و با اجازتون گفتم من زیاد نمیتونم دلار به اونجا بفرستم، دو ترم رفت نتونستم پولیشو بدم. متاسفم دخترم نتونست پزشک بشه، تقصیر من بود. به نظرم میاد که توی خانواده مدیر همیشه شما بودین، نه؟ نه اصلا، نه. اسماعیل خانی مدیر بود. آقای مدیری وقتی که فوت کرد من پول آب و برق و حقوقمون نمیدونستم از کجا باید برم بگیرم چی کار باید بکنم. چون از اولی که بهش یه وکالت داده بودم هیچ وقت نمیدونستم حقوقم کجاست، پول کجا میگیرن، قرارداد چیه، چون همه چیز اون به ما خرجی میداد، هر وقت پول میخواستی میداد. چه میدونم یه من اون موقع یک کمم ساز کار میکردم، یه سیم ستاری میداد، خودش میگفت ببرم برای درست کنم، کتابامو میخرید، هر چی هم میخواستیم برامون فراهم میکرد. برای خود من هیچ وقت حقوق و پول و اینامو نمیدونستم، چون یه وکالت کامل از من داشت و منم هیچ چی بلد نبودم راستش. وقتی که دیگه فوت کرد واقعا نمیدونستم با چی کار بکنم. من بلد بودم کارام و زندگیمو توی نقشام، بچه هام بزرگ کنم، بچه هامو شیر بدم، به دنیا بیارم، همه کار اینا بود مشترکم با... ولی واقعا امورات دیگه مدیر خانواده اون بود. آدم خیلی رکگو و صریحی هستین. چه فایده که شما اصلا قبول نمی کنید. نه نه من که صریح میگم، شما میندازید زمین. من مخلص شما من مخلص شما. چیز میخوام بگم این رکگویی و صراحت همیشه به شما کمک کرده در زندگی یا اذیتتون کرده؟ لطمه زده از این وقت. لطمه زده بسیار. همیشه نمیشه آدم رک باشه، نه؟ بله. یه سوال متفرقه بکنم، دختر به هنرمند میدین؟ فکر میکنم بله. برای اینکه اگر که بدونیم که ببینید یک مسئله وجود داره که شما باید ببینید به کی و چگونه، آیا این آدم هنرمند در چه رشته‌ای هست، چگونه با هم کنار میان. مهمترین بخشش انتخاب دختر با پسر یا پسر و دختر. اونا اگه همدیگر رو انتخاب کنن یه وقتی هنرمند در میان یه وقت کاسب. آدم نمیدونه که آیا این انتخابه ملاکه یا اینکه حالا اگه هنرمند اومد آدم بهش بگی نه نمیدم. نمیشه که. به نظرتون یه کمی سوالش جای بحث نداره؟ چرا؟ من فکر میکنم که الان اگر بخوایم سرانه یعنی آدمهایی که در جامعهمون در صنفهای مختلف هستن، چون زیر ذره بین نیستن معلوم نیست که در کدام بخش ها طلاق بیشتره یا زندگی زناشویی کمتر دوام داره. بدونید که زندگی خیلی از آدمها، حالا اونهایی که فوتبالیستن، اونهایی که موسیقی کار میکنن، حالا یا نقاشان معروف یا هنرمند در زمینه‌های مختلف، به دلیل اینکه شما عزیزان بیشتر اونها رو میشناسید و میبینید، شاید جدا شدن از این توی خانواده‌ها رو که نگاه کنید، خانواده هنرمندا، جدا شدنشون به گوش شما میرسه و میگید او پس اینا شاید زندگی تداومدار و مداومی نداشته باشن. من نگاه میکنم در طول تمام تاریخ زندگی کاریم شاید از تمام دوستانم 3 یا 4 نفر جدا شده باشن، ولی در جامعه و همسایه‌مو میبینم خیلی ها از هم جدا شدن. بنابراین نمیتونم قبول بکنم که هنرمندان ما زندگی با دوامی نداشته باشن. من حداقل چون در کنار خودم دوستان خودم کارگردانهایی که دارم باشون کار میکنم، زناشونو دارن، اصلا ما خانواده اونا داریم رفت و اومد میکنیم دیگه. آقای مدیری شما خودتون با کارگردانهای مختلف که دارین کار میکنید، با خود خانم بختاور که کار کردید و همسرشون چند سال دارن کار میکنم، آقای داودی من چند سال دارم کار میکنم، آقای اسقر هاشمی، همه آقای الوند، هر کی که من کارگردانامو دارم نگاه میکنم، همه اون کارگردانایی که من باهاشون کار کردم، همه میتونم بگم مثلا همسرشون شاید فوت کرده، مثلا آقای اسقر هاشمی، بیشتر اینا دیده و شنیده میشن انگار دیگه. خب پس بفرمایید که ببینید، باور کنید اگر دو تا آدم، ها اگر دختری هست که در دستی بر هنر نداره شاید سخت بگذره بهش که ببینه حالا یا پسر یا دختر همسرش مورد توجه جماعتی است. بله. ممکنه یه ذره احساس حالا خاصی به وجود، نمیخوام بگم حسادت، احساس خاصی به وجود بیاد، یا ببینید توجه ها همش به طرف همسرشه، همسران فرق نمی کنه مرد یا زن،
ممکنه اذیت بشه فقط خودش، ولی امکان نداره. اتفاقا اون آدم هنرمند میخواد که میخواد زندگیش رو در اون قاب، برای اینکه در منظر آدم‌ها و مردم، چون مسئولیتش هم به هر حال انتخاب هنر بوده، میخواد الگو باشه. اگر میبینید دیگه خیلی سخته، حتما اخلاقا بده، رفتی به هنره نداره. حتما اون جوهر اون آدم مسئله دار بوده، حتما اون آدمی که در ذات خودش مشکلات خانوادگی داره، تربیتی داره، همه ممکنه مشکلات تربیتی و خانوادگی داشته باشن، بنابراین ربطی نداره به هنرمند بودن. ببخشید من به تو کردم اگه نظرهای شما چطورین؟ با این صحبت های من موافق هستین؟ مجبور نیستین ها؟ مجبور نیستین دست بزنین اگه موافق نیستین؟ به نظرم فرق نمی کنه، آدم ها درسته، بله، به شخص به شخصیتشون برمیگرده. در ازای چه چیزی حاضرید این حرفه رو الان کنار بذارید؟ والا فقط یک مستمری نسبتاً آبرومندانه ای داشته باشم، بتونم گاهی هم تئاتر کار کنم. با همه مهری که به همتون دارم، دوست دارم یه ذره برم و به زندگیم برسم. یه ذره در ازای هیچ زیادی هم نمیخوام. ببینید، اگه تامین باشم یکم، آره، از طریق تئاتر اگه تامین میشد که میرفتم. آره، چون اینو فرمودین من اینجوری بگم، دلم برای همتون تنگ میشه. اینجوری بگم که حرفی راجب حرفمون، راجب شرایطی که وجود داره، درد دلی چیزی هست، از این تریبون بگید. خودتون میدونید سختی این کار اینه که وقتی مادرت میمیره نمیتونی گریه کنی. الان جلو دوربینی، چند بار گریم تا تغییر بدن. خودت یادتونه من سر کار شما اسمان خانی فوت کرده بود، داشتم گریه میشدم، یه دفعه یادم افتاد و گریه کردم. دو بار شاید آدم بعدش دیگه میگه گناه دارن، چند بار باید گریم آدم رو تغییر بدن؟ تازه بعدش هم باید بیاد با شما کمدی هم بازی کنی. این سخت‌ترینشه. و شما میبینید مثلا دوست خیلی نازنینتون، همکارتون، همحرفتون از بین رفته. درست همون روز ما توی دیوار به دیوار آقای جوله مادر بزرگش فوت کرده، ما داریم صحنه که اینها لباس قاسم آبادی پوشیدن، دارن یه آهنگ پخش میشه، با آهنگ بذر میپاشه و میخواد برقصه، درست اشکم میریزه. بله، این یکی از اون سختی های حرفه که شما نمیتونید شخصا دیگه مال خودتون باشید که بگید آقا من از امروز میخوام این حرکت رو بکنم. شما این حرفه رو نباید انتخاب میکردی. بله، اگر بخوای این کار رو بکنی نمیتونی. یکی دیگه این که شما واقعا تو زندگیت نمیتونی بری تو صف جلو بزنی، نمیتونی بگی دیرم شد. اصلا گاهی وقتا دلت میخواد هر حرکتی دوست داری بکنی، دیگه نمیشه دیگه. من الان دلم میخواد بشینم و انتخاب بکنم هر روز سر کار نباشم. بله، چون زندگیم هنوز باید اداره کنم. اگر میتونستم فقط انتخاب بکنم، یه حقوقی هم داشتم که تأمین بودم، میشستم فقط انتخاب میکردم، واقعا کمتر کار میکردم. من چون سالهاست شما رو از نزدیک میشناسم و با هم کار کردیم از 15-16 سال پیش، چیزی که در شما دیدم، یه بخشیشو گفتم، اینکه خیلی تلاش میکنید برای اینکه نقش در بیاد و بسیار حرفه‌ای عمل میکنید، تو انتخابتون به شدت وسواس دارین و مطالعه زیاد کردین تو این زمینه، سختی زیاد کشیدین و هزار تا چیز دیگه. نسل امروز این شکلی نیست، یکم درست میگم متاسفانه، و شاگردای من اصلا مطالعه نمیکنن. آره، راجع به این موضوع یکم براشون در واقع بگید که خیلی آسون به دست نمیاد این نقطه‌ای که الان شما هستید. ببینید مثلا من توی دانشجوام بعضی وقتا، خب بعضی از آموزشگاه‌ها من درس میدم غیر از دانشگاه، اینها فوری میخوان بازیگر بشن. واقعا امروزه این که بخوان این رشته رو انتخاب بکنن، باید متوجه باشن که غیر از الگو بودن در جامعه کوچک خانواده چقدر زیر نظرن. هر حرکتی بکنن میگن از این رشته است. اگه چراغ روشن باشه تا صبح دستشون به گوشیشون حرف بزنن، میگن این تئاتر یا سینما تو رو بدبخت کرد. حالا دو ساعت، یا اگه دیدن یه آرایش عجیبی داره میگن وا تو سینما اینجوری شد که تو اینطوری بشی. یعنی این رشته وقتی میخوان بیاد، من تازه از اول تو کلاس ساعتها قبل از درس میگم اومدی بدبخت شدی، تو دیگه نمیتونی تو زندگیت مطالعه نداشته باشی، بخوای پیشرو مردم باشی،
تو باید چند قدم از اونا جلوتر باشی، مطالعه داشته باشی در هر زمینه‌ای. وقتی دهنتو باز می‌کنی می‌خوای در مورد هر چیزی بگی، یه معماری بگی، باید معماری رو بشناسی. یک نمایشنامه می‌خوای اجرا کنی، باید ببینی نویسنده‌اش کیه. پس تاریخ ادبیات نمایشی رو باید بدونی. می‌خوای اجرا کنی، می‌خوای ببینی چه دکوری باشه، پس تاریخ معماری تو باید بدونی. می‌خوای آدم‌ها بازی کنن، می‌خوای رهبریشون کنی، روانشناسی نقش رو باید بدونی. می‌خوای لباس تنشون بکنی، باید بدونی تعریف رنگ و روانشناسی رنگ در هر شخصیت. اتفاقا امروز لباس شما خیلی خوب بودا. خیلی ممنون. خیلی از دور دیدم، من نمی‌دونم که با سفید و قرمز، من گفتم آبی باشم تو قرمز شاد بد نباشه. خیلی عالی شما. این از همون فیلم. بعد میگم که تو دیگه نمیتونی بیای بری سر مادرت داد بزنی، سر پدرت داد بزنی، سر همسرت داد بزنی. تو دیگه میشی یک الگو که باید خودتو کنترل بکنی و بدونی که چجوری باید زندگی بکنی تا تو از تو بیان مردم یاد بگیرن. بله. بنابراین خود به خود اتوماتیکلی میری به طرف یک زندگی یه سالم و درست و رو به رشد. اگه نخونی در جا میزنی. اگر بخوای فکر کنی به سبب خوشگلی یه فیلم دو فیلم بقیش ول میشه دیگه. بنابراین تو این رشته تو باید مطالعه در همه زمینه داشته باشی. غیر از مطالعه باید آدم باشی. این خیلی مهمه. خیلی مهمه. این آدم بودن، انسان بودن، اون وقت تو دیگه هیچ کدوم از کارهایی که مربوط نمیشه به یک انسان متعالی انجام نمیدی. درست. بله، واقعا بچه‌های ما باید بدونن این رشته رشته آسونی نیست. اگر بخوان ماندگار باشن، اگر بخوان تو قلب‌ها جا بگیرن، باید به شعور مردم احترام بذارن. باید بدونن که کسانی که بینندگانشون هستن، تو باید چند قدم بری جلو، مطالعه بکنی، بهتر بدونی، بیشتر بدونی، راهکارها رو برای زندگی مردم تو بدی، تو باشی که بتونی بله. الگو بشی. همین که من از شما واقعا ممنونم، با همه آلام، آسیب‌ها که این دوره از سیل، از آتش گرفتن پلاسکو، از خرابی که الان در این تونل‌ها بود، از کولبرها در کردستان، همه این آلام‌ها، این برنامه‌هایی که هست مثل برنامه‌های شادی، آفرین، لبخندی رو به لب میارن، رسالت بزرگیه. شما تو بهش جاتونه. خیلی چون من. که واقعا خیلی من. واقعا بگم این جایگاه آسون به دست نمیاد و حتما شما بنده خوب خدا بودید که الان محبوب قلب‌ها میشید. بنابراین کار خیلی سختیه. ما نباید آسون بگیریم. ما باید به مردممون، به مردم صبور و مهربانمون احترام بذاریم، به شعورشون. برای همین هر کاری رو، حالا تو هر رشته‌ای، حالا این رشته مخصوصا چون یه کمی از صدا و سیما، حالا از رادیو فرق نمی‌کنه. خب بارها کارهای بچه‌ها، من خودم 15 16 سال رادیو صدای عبرت کار کردم. الان تازه شدم 20 سال. و خب این رسالتی که داریم رو نباید دست کم بگیریم و باید بدونیم که این مردم ما از این قاب تلویزیون شاید خیلی از چیزها براشون الگو بشه و این بمونه و تربیت بشن. ما حق نداریم ظلم بکنیم به شعور اونها. بله. سطح زندگی و فهم و حتی با نشون دادن یک فیلم نامه ضعیف، یک کار ضعیف، سطح شعور اونها رو پایین بیاریم، ما جهنمی میشیم. اینم میشه جز جرمها و خلافهای زندگی هنرمند که نباید کارهای ضعیف بکنه، نباید شعور مردمش رو دست کم بگیره، باید مطالعه بکنه، باید راهکارهای درست بده. و شعار هم ندادم، خودتونم بهتر بله میدونید. من همه کارهام سعی کردم ارادتمند همتون، خدمتگزارتون باشم و بهترین ها رو انتخاب کنم و در نقشام طوری برای شما بازی کنم، اون مادر و اون خواهر و اون نمیدونم حالا زن اول، زن اول، فرقی نمیکنه، طوری باشم که الگو باشم، که بهترین باشم، که شما منو دوست داشته باشین، که من کار غلط ارائه نداده باشم. و امیدوارم که واقعا همین طور باشه تا آخر عمرم. خستتون نمیکنم. والا میخوام مردم عزیز ما که میبینن و عزیزانی که اینجا نشستن خسته نشن. با این سن و سال و با این به خدا اگه این ربات پاره نشده بود و میله ها توش نبود و این زخماش اذیت نمیکرد، الان من پا میشدم میدویدم که ببینن با این سن و سال کی قوی تر میدوه. اصلا سر کار
سر کار من به همه گفتم که تو اون روز با آقای سامان مقدم و بچه‌ها داشتم، اتفاقا دستیارشون آقای یوسف بجدان دوستش، گفتم ببین فرفره شدم، 8 صحنه رو تونتون گرفتم. آقا ما اینو گفتیم، رفتیم دم اتاق لباس، لباسامون رو تحویل بدیم، لباس کار بریم خونه. خودتون رو چشم زدین؟ باور نمی کنید که من که خرافاتی نیستم و به انرژی های خوب همیشه اعتقاد دارم، یه دفعه رفتم اتاق کارگردانی، بعد اتاق صدا، همینطور درد می شدم داشتم می رفتم، گفتم امروز خدا رو شکر 7-8 صحنه گرفتیم دیگه، ببینی چه پیرزن فرزی بودم. هی گفتن حالا دیگه تعارف هم می کردن و هی همه به من لطف داشتن و گفتن عالی و وای ماشاءالله امروز چقدر عالی تر و فلان. آقا ما یه ذره رفتیم جلوتر، این البته خیلی اونجا خورده بود از زمین مثل که به من گفتن، ولی من که افتادم دیگه بدترینشون بودم. پام از اونوری رفت، به بچه ها گفتم ببین یه قصابی پیدا کنیم پای من از اینوری بکنه اینجوری کنه. گفتن بابا ولی قصاب؟ گفتم آره قدیما یه جا مینداختن. گفتن نه دست نزن. دیگه همون پارو رو هوا گرفتیم رفتیم بیمارستان، گفتن اینجا عکس نداریم، گفتن یک بیمارستان دیگه. بعد رفتیم بیمارستانی که مخصوص ارتوپد بود، تا گفتن مریضن صندلی چرخدار دادن دست خانم تیموریان و بچهای دیگه ما رو، گفتم نمیان ببرن آدمو، گفتن نه مثل که صندلی چرخدار میدن خود عوامل خانوادگی ببرن اینا رو، خب منو میذارن به اونور. بعد بردن عکس انداختن، یه آقای دکتر من گفت پاشین را برید. گفت یه دفعه اون عکسی که گرفتودن سن شد توی مانیتور، دیدن او شکسته. گفت خانم بلند نشه، بدونی که آقای مدیر از من بپرسه. گفت بلند شو برو، بلند شو برو. خب باید اول بپرسی چته چیه، منم می‌خواستم پاشم. گفتم بلند راه برم. یه دفعه دو تا دکتر گفتن نه بلند نشه، خورد شده پاشون. خیلی خوب سکوت، دوباره من خوابیدم روی برانکار. پست دستیار کارو خانم رویا تیموریان و دخترم که اومده بود برانکار دوباره زد تو دیوار. گفتم بابا منو نبرید، اینا نمیبرن، هیچ کی منو نبرد. گفتم من فکر کردم حالا من یه چهره ای هم میشناسنم حداقل به من میرسن. دیدم نه آقا، شب خوابیدم سرم رفت زیر دستم باد. گفتم دکتر نمیاد؟ گفتن چرا فعلا یه گچ، فردا عملتو میکنیم. بعد تو فردا گفتم آقای دکتر کجان؟ 2:12 است نمیان؟ گفتن 2 میان. گفتم نمیخوان بیان منو ببینن بگم چی میشه؟ گفتن که حالا یه بچه داریم باید عمل بشه، بعد شمایی، شما تازه بری یه بیمارستان دیگه. گفتم چرا؟ گفتم ما اینجا الان نمیتونیم از ریه‌تون عکس بندازیم، قلبم اینجا دکتر نداره، باید بریم یه جا تا وا یه بیمارستانی که همه چیزش برای ارتوپدیه، میگن بیمارستان مخصوص این کاره نداری. زنگ زدم به همین آقای دکتر مسعود فاخری عزیز، گفتم آقای دکتر تو رو خدا من نجات بده، من اومدم خیلی دوست داشتم در همینجا که میگن حالا همه آدم ها میرن، من چرا باید تافته جدا بافته باشم، تو رو خدا من همینجا بمونم. دیدم نه خیره، باید با این پای شکسته من این ور اونور ببرن. رفتم دیگه بیمارستان دیگه، الحمدلله به من رسیدن و مثل همیشه. یه چیزی بگم تعریف ها ازتون. خانم خیراندیش هر روز صبح که میان سر صحنه، حالا تو دو تا فیلمی که با هم کار کردیم اینجوری بودن و تمام فیلم ها هم کارگردان ها میگن، با یه پوشه پیشنهاد راجب فیلم نامه، راجب بازی، راجب اینا میان و این حسنه ها، این یعنی اینکه شبا میشینن کلنجار میرن با نقش و صبح با یه پوشه پیشنهاد میان که اگه این کارو بکنه بهتره، اگه این کارو بکنه، و این خیلی خیلی البته خوبه. شما لطف دارید. شما لطف دارید. خستتون نمی کنم. سوال پایانی که از همه می پرسم این که عمیقا احساس خوشبختی دارید؟ اگر به قول فرنگی ها که تو فیلممونم میگیم آنست و صادقانش، الان که اینجا هستم خیلی خوبم، ولی خب وقتی آدم تو خونشه بعضی از مشکلات هم میبینه، شاید مشکلات جامعه هم میبینه، یه کمی خب مشکلاتی که پیش میاد خودتون هم میدونید. خب الان این روزا آدم هی میبینه که میخواد ببینه بالاخره چند نفر از زیر آوار اومد، همه واقعا دروغ نگفته باشم خیلی احساس خوشی نمیکنه آدم، ولی من آدم امیدواریم، آدم خوشبینیم اصولا. الان عمیقا میگم احساس خوشبختی. خب الان دخترای من هنوز ازدواج نکردن، خیلی دلم میخواد که سر و سامون بگیرن و من امیدوار هستم زنده باشم که اونام بچه‌هاشون اگه تونستم، اگه نه فقط سر زندگیشون برن. خب اینا همش میشه دغدغه برای همین، و دغدغه جوونامون، دغدغه دوستانم، بچه‌هاشون حالا یا کار دارن ندارن، همه اینها نمیشه بگم. شما عمیقا احساس خوشبختی میکنید الان؟ نه. الان نه اصولا نه. پس شما خب من نمیخوام نه کامل بگم،
ولی خودتون میدونین با اون چیزایی که وجود داره الان از این عزیزانم بپرسین همه نمیتونن بگن عمیقا احساس خوشبختی میکنن. وقتی آدم اگه نخواد الان از دردها بگه، از این که میبینه مثلا بغل دستش یک دختری هست مثلا لیسانسه، دغدغه این داره که من چیکار کنم برای زندگیم، نه هنوز زندگی میتونه تشکیل بده، یا یه پسری میگه هنوز نمیتونم. بله این همه جوان، این آره، همه جوان به هر حال ایناست که همه دغدغه ذهنی هممونه دیگه. ان شاء الله که روز به روز برطرف بشه، انشالله. امیدوارم واقعا. و به موزه دور همی ما چه میدین؟ من شما خودتون بگید، آیا من که شیرازیم قله رفیع تر از شعر حافظ هست که بتونم حافظ دکتر غنی رو به شما تقدیم میکنم؟ آقای ویراستاری دکتر غنی و قزوینی، ویراستاری دکتر غنی و آقای مرحوم قزوینی، بسیار با ارزشه، خیلی ممنون. دیگه از اون بالاتر چیزی میتونم از کلام حافظ؟ نه خیلی ممنون، خیلی با ارزشه. خیلی ممنون که آمدین. خواهش میکنم. خیلی لطف کردین خانم خیراندیش، بسیار مهربان، بسیار حرفه‌ای، بسیار شما خودتون خود. درجه یک، بسیار گرم، بسیار خوشقلب و و خیلی خدا خیلی به خدا محسنات بسیار زیاد و خیلی از ماها که کنار ایشون کار کردیم خیلی آموختیم، چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ خصوصا کاری. امیدوارم اول سلامت باشین، درخشان تر از این همیشه پیش برید و بهترین آرزوها رو دارم. منم برای شما و برای شما عزیزان دست همتون رو از دور میبوسم. امیدوارم که واقعا هیچ وقت گرد ملال بر چهره هیچ کدومتون نشینه و امیدوارم که تو زندگیتون شادی داشته باشین، سلامتی داشته باشین و خوشحالی، و امیدوارم بهترین انتخاب‌ها رو این روزها در نظر بگیرین و داشته باشین. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. عزیزم. مرسی. خواهش میکنم. قربون قدم همتون. ممنونم. دست شما درد نکنه. ممنونم. خدا حافظتون. نمایش داریم. بله. همون جوری که بهتون گفتم و همون جوری کار اضافه انجام ندی. خواهش. آره دقیق، آره مدیری، آره همون جو مدیریت کنیم. چی میگی؟ چیش چیه؟ چیز خواست، من خواهش میکنم ازت مدیری تجمع نکن. آره این دیوار حیات خراب شده رو سر یکی از هموطنانمون به اسم ارسلان مظفری. آره بعد من خدمت از کم تا این خبر رو شنیدم بلافاصله خودم رو محل حادثه رسوندم، حتی من شلوارم خیس رو بند بود ولی پوشیدم دویدم. آره آره همسرم بهم گفت که اینجوری میچای، گفتم عیبی نداره من واسه این بچه میچام. آره ما اینجوری. خب الان چیه؟ تو چه وضعیتیه؟ الان وضعیت اینه، عملیات تجسس برای پیدا کردن مصدوم داره انجام میشه به بهترین شکل، هیچ مشکلی هم نیست. من خودم شخصا سر صحنه حاضر شدم چند دقیقه پیش، چند تا ضربه زدم به آوار و اونم از اون ور آوار چند تا ضربه زد. آره خب پس همون زیر دیگه. نه ببین این حرف شما حرف غیر کارشناسانه ایه، الان ما نمیتونیم اینو بگیم. به هر حال دیواری بوده، کلی آجر ملاته، ولی به هر حال ما داریم تلاشمون رو میکنیم که به بهترین شکل وظیفمون رو انجام بدیم و هر کاری دستمون برمیاد انجام بدیم. خود من الان با پسرم تماس گرفتم، گفتم شاسی رو ببر بنزین بزن که اگه یه وقت دواگلی چسبی چیزی لازم شد ما سریع اقدام کنیم و تهیه کنیم برای مصدوم. بله اون دود مال چی؟ آتش سوزی هم شده؟ آن دود نه نه، خیلی سوال خوب پرسی. این دودی که در محل حادثه میبینید هیچ ربطی به آوار برداری نداره. ما یه مقدار جوجه مختصری آره گذاشتیم رو منقل که برای نهار ما دیگه محل حادثه رو ترک نکنیم.
حتی از خونه به من زنگ زدن گفتن مسما بادم جون داریم زودی پاشو بیا. گفتم من به خاطر مردم وایستادم و نمیام، سهم منو بذاریم من شب میام. زحمت کشیدیم واقعا. نه آره، ما خیلی تلاش کردیم، خیلی داریم زحمت میکشیم. بله. من خودم شاید باورتون نشه بالغ بر 2.5 ساعت که چشم رو هم نذاشتم و نخوابیدم. بله، مخصوص از زمانی که جوجه رو زدم این پلکام آی گرم و سنگین شده، آی گرم و سنگین شده، آدم دلش میخواد یه بالش بگیره بغلش بیفته، ولی من نیفتادم. خب من به خاطر این بچه میتام. من اینجا بله. داره صدا میکنه مصدوم. بله بله، یه حرکاتی هر چند گاه هر از گاهی مصدوم از خودش نشون میده که البته خب حقم داره، چون شرایطش شرایط خاصی، زیر آواره و شرایطش طبیعی نیست، هیجان زده است. حتی همکاران من، دوستان من شنیدن که چند بار درخواست دوربین کرده که اون زیر آوار زل بزنه تو دوربین در این حد. ولی خب ما رو این حرفا نمیتونیم حساب کنیم، ما عملیات خودمون رو طبق برنامه پیش میبریم، اصلا کاری به این حرفا نداریم. چه برنامه‌ای دارین؟ برنامه ما اینه که همه تلاشمون رو داریم میکنیم که آجرا رو سالم بیاریم بیرون. به خاطر اینکه ما قیمت گرفتیم، قیمت بازار الان قیمت آجر جیرفتی پاکوره‌ای دونه 250 تومنه. خب ما همه تلاشمون رو، حد بچه ها، همه دوستان، همه داریم تلاش میکنیم آجرها رو سالم بیاریم بیرون. سالم میارن بیرون، فوت میکنن میذارن یه ور. یه وقتایی دیده شده که مصدوم سالم اومده بیرون ولی آجر سالم نیومده بیرون و گوشش لبپر شده. این خیلی مسئله حادیه. آقای عزیز کجا میری؟ تجمع نکن آقا، کجا میری؟ داداش ما عکاسم اومدم عکس بگیرم. عکاس تشریف بیارین، من راهنماییتون کنم، تشریف بیارین. یه چند تا عکس همینجا بگیر، همین از من اینجا. ببین من دارم اشاره میکنم که فعالیت کنم. بگیر. از چند تا آره خوبه، من الان خستم، ناراحتم. خوبه، حالا بیا بریم داخل. بفرما داخل اینجا بردارم. خوب اینم بگم، یه قرعه کشی بزرگ و جایزه ویژه داریم. جوایز این قرعه کشی 6 خودروی خاص برای 6 نفر و 6000 جایزه 1,000,000 ریالی برای 6000 نفره. برای شرکت در این قرعه کشی و دریافت هدیه ی خرید 190,000 تومانی بدون قرعه کشی باید عدد 1 رو به 3080 بفرستید. و حرف آخر، کسانی که دستی بر امداد و نجات دارن معمولاً به صورت غیر مستقیم کار یه عده دیگر رو همراه میندازن. مثلا همین آمبولانس، خدا خیرشون بده، واقعاً میندازیم تو ترافیک پشت سر آمبولانس، راهو باز میکنه برامون. حتی بعضیا که یکم دست فرمونشون بهتره در مواردی برای فرار از ترافیک معکوس میکشن، میرن پشت سر هلیکوپتر امداد. به طور کلی نجات دادن کار ساده‌ای نیست، برنامه ریزی میخواد. مثلا برای نجات همین دریاچه ارومیه کلی برنامه ریزی شد. کارگروه بررسی دلایل خشک شدن تشکیل شد. بعد ستاد احیای دریاچه به کارگروه نظارت کرد. بعد تیم عملیاتی که مراقبت از دریاچه رو داشت به کار همه اون ستادا نظارت میکنه. یه هیئت نظارت بر چالش‌ها و فرصت‌های ناپیدای دریاچه هم هست که به کار همه این گروه‌ها اون نظارت میکنه. بهترین راهکار برای داشتن زندگی آرام و آسوده نجات معجزه آساست. شنیدی تو خبرها میگن که نجات معجزه آسا یک راننده پراید بعد از له شدن زیر تریلی، یا نجات معجزه آسا پس از 80 روز زندگی در چاه.
نجات معجزه آسای همزمان از بیماری سرطان و سقوط هواپیما. یعنی نه تنها از سقوط هواپیما جان سالم به در برده، همزمان سرطانش هم بی خودی خوب شده. ما به یه همچین شهروندانی احتیاج داریم، کم خرج، سر به زیر، نجات سر خود، معجزه آسا. ما به این شهروندا احتیاج داریم. خیلی ممنون که امشب آمدین. وجود تک تکتون بسیار با ارزشه. امیدوارم همیشه زیر سایه خداوند بزرگ سلامت باشید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنونم. شب بخیر. خدا نگهدار. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.